سرانجام نیروی ما سستی گرفت. چندی سر در پوستین کشیدیم و از تماشای جهان غافل شدیم. اتفاق چنان بود که درست در همین دوران سیر جهان به سوی دانش و تمدن بسیار تندتر شده بود. شاید آنچه ما را از جنبش و کوشش باز داشت فقر و ناتوانی مادی بود. به هر حال روزگاری مانند مردم بهت زده پیشرفت دیگران را به چشم بی‌اعتنایی نگریستیم، بی آنکه از خود برای رسیدن به ایشان شوقی نشان بدهیم. برای کاهلی خود نیز گاهی بهانه‌های شرم‌آور تراشیدیم. گفتیم که بگذار دیگران از نعمت دنیا بهره‌مند شوند. ایشان کافرند و با آتش دوزخ خواهند سوخت. چه غم که در این جهان ما از آسایش و سعادت نصیبی نداریم. ما مؤمنیم و درهای بهشت به روی ما گسترده است و از همکنون صحن آن را برای قدوم مبارک ما آب و جارو کرده اند. چندی در این بهت و بیغمی به سر بردیم. ناگهان چشم گشودیم و دیدیم که روز برآمده و کاروان دور است. سراسیمه و وحشت زده سر در پی همراهان دوشین گذاشتیم، اما این بار به جای آن که با تأمل و اندیشه راه را بشناسیم و با قدم استوار از پیش برویم، مانند مستان و پریزدگان دست و پا زدیم و به چپ و راست تاختیم. آنچه را که خار راه رهروان است راهنما پنداشتیم و چنان خود را باختیم که همه تکاپوی ما نومیدی به بار آورد. حاصل این گمراهی و نومیدی احساس زبونی شد. گمان بردیم که هرچه ما داشته ایم و داریم ناپسند است و موجب واپس ماندگی است و داشته دیگران یک بار حسن و کمال است. خواستیم همه چیز خود را نو کنیم. بعضی از متفکران ما که با تمدن و فرهنگ کشورهای اروپایی اندکی آشنایی یافته بودند، در شور و شتابی که داشتند مجال تأمل نیافتند تا راه را بشناسند و هموطنان خود را درست رهبری کنند. گفتند که یک باره باید فرنگی شد و همه چیز را از فرنگیان آموخت. از میان این همه چیز آموختن علم و صنعت که بنیاد همه ترقیات دیگران بود مدت و فرصت و همت می‌خواست. ما شتاب زده بودیم و همت ما پستی گرفته بود. ناچار از کارهای آسان‌تر آغاز کردیم. نخست جامه پدری را از تن بیرون کردیم و چنان که گویی یگانه مایه بدبختی ما همان بوده است با نفرت و لعنت به دورش انداختیم.
رخت فرنگی پوشیدیم و نفسی به راحت کشیدیم که خدا را شکر آنچرا که مانع پیشرفت ما بود از آن آسوده شدیم. هیچ ندیدیم که ملت‌های دیگر مانند ژاپنیان با همان جامه‌های کهن خیش در راه تمدن چه چالاک پیش می‌روند. اندکی گذشت و کاری از پیش نرفت. باز گرد خود نگریستیم تا ببینیم دیگر چه داریم که ما را چنین در رنج و بدبختی نگه می دارد. یکی که خود را سخت خردمند می دید و وظیفه رهبری قوم را بر گردن خود می پنداشت کشفی کرد. قلم برداشت و نوشت که اگر ما هواپیما نساخته ایم سببی جز این ندارد که پدران ما شعر خوب می سروده اند. پس باید دفتر و دیوان ایشان را بسوزانیم تا آسوده شویم. جشنی گرفت و کتاب‌های بسیار را در آتش انداخت. شراری برخاست، اما باز هم خانه بخت ما از آن روشن نشد. هوشمندی دیگر برخاست و به گمان خود دریافت که اگر دانش ما رونق و جلوه‌ای ندارد به آن سبب است که در زبان فارسی لغت‌های بیگانه هست. همه گناه بر گردن این لغت هاست. باید آنها را از دروازه زبان بیرون ریخت. هیچ نیندیشید که در دنیای امروز رایج‌ترین زبان که انگلیسی است آمیخته‌ترین زبان است و این همه لغت بیگانه که در آن هست هیچ مانع رواج و انتشارش نشده است و کسانی که به آن زبان سخن میگویند از کسب دانش و پیشرفت در تمدن باز نمانده اند. تنور لغت سازی و لغت بازی چندی گرم شد، اما کسی نان دانش و فرهنگ در آن نپخت.